امشب با روژان خواننده و فعال اجتماعی گفتگو میکنم، هنرمندی که مطمئنم بسیاری از شما با آثارش آشنا هستید. او در طول 13 سال فعالیت حرفه‌ایش در آمریکا آثار مختلفی رو تولید کرده و با موسیقی ایرانی، کردی و عرفانی آشنایی داره. روژان مدتیه که در زمینه‌های اجتماعی هم فعالیت میکنه که در این زمینه میشه به همکاری مشترک او با داریوش اقبالی اشاره کرد. در دقایق آینده درباره موسیقی و برنامه‌های این هنرمند گفتگو می‌کنیم و در پایان هم موزیک ویدیوی جدید او در شباهنگ پخش میشه. خانم روژان، به شما سلام می‌کنم و درود می‌فرستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. سپاسگزارم آقای مکری عزیز، ممنونم که منو در این برنامه پذیرفتید. در خدمتتون هستم و سلام دارم به همه بینندگان محترم این برنامه در هر جای جهان. خانم روژان، شما در طول سالهای گذشته در زمینه‌های مختلفی فعال بودید، در سبک‌های گوناگونی کار کردید، ولی در حال حاضر چه دید و نگرشی در موسیقی داره؟ یعنی به دنبال چه کارهایی هستی؟ ترجیح میدین آثارتون در چه ژانر یا در چه سبکی باشه؟ آقای مکری عزیز، سالتون در واقع منفک از وضعیت اجتماعی نیست. ما در بخشی فعال هستیم که با روح و احساسات مردم سر و کار داره. علل خصوص موسیقی جزوی که از اون وادی‌هایی که تأثیرگذار مستقیمن، و به همین علت من همیشه در کارهام متوجه این قضیه بودم که به عنوان هنرمند متعهد تعهدم رو در واقع به جامعه همیشه نگاه کنم، به خصوص در مورد وضعیت زنان و کودکان در جهان و در مملکت خودمون. این من رو وادار میکنه به اینی که از این در واقع جایی که ایستادم استفاده کنم، در ضمن این که صدام رو به گوش طرفدارام میرسونم، مسائلی هم که مورد نظرم هست بتونم مطرح کنم در این در واقع در این مسیر. فکر میکنید که همین فعالیت ها چقدر تاثیرگذار باشه؟ یعنی از زوایای اجتماعی اگه بخوایم به این موضوع اشاره کنیم، کاری که یه هنرمندی مثل شما انجام میده که میتونه بازتاب وقایع و رویدادهای کشورش در موسیقی باشه، چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ مسلماً تأثیرگذار خواهد بود، به دلیل اینی که موسیقی تحت تأثیر در واقع دردهای اجتماعی و مظالم اجتماعی قرار میگیره مطمئناً، و وقتی که شما ارتباط پیدا میکنی با جامعت و میخوای که زبان اونها باشی، در نتیجه بیانگر اون درد و مظالم اجتماعی هستی. به همین علت مطمئناً میتونه تأثیرگذار باشه وقتی که مثلا قشر زن بدونه که زنان خواننده‌ای هستن که دردهای اونا رو میتونن مطرح کنن. من در اینجا اشاره کنم آقای بهنود مکری، در بخش موسیقی کردی ما موسیقی داریم به اسم پروتستو یا موسیقی اعتراضی. این موسیقی ما همیشه از زبان زنان و مادران بیان شده در مورد بیان دیکتاتوری‌ها و مظالم در واقع اجتماعی که در اون زندگی میکنن، که به سینه به سینه اینا نقل شده. همیشه موسیقی که من در واقع بعد از 2009 و اتفاقاتی که در ایران افتاد بهش بسیار توجه دارم و علاقه مندم، موسیقی اعتراضی و پروتسته ماست، چه در بخش فارسی و چه در بخش کردی، که در واقع ناگزیر از روندی که در جامعه ما داره اتفاق میفته نخواهد بود. شما به مسئله زنان اشاره کردید، من پرسش بعدی رو در همین زمینه مطرح میکنم. در طول سالهای گذشته اصولا زنان حضور کمرنگی در موسیقی ایران داشتن. به نظر شما این حضور کمرنگ اونها ناشی از محدودیت هایی که برای مثال در 30 سال گذشته در ایران به وجود اومده بعد از انقلاب، یا اینکه نباید کمی عمیق‌تر این رو بررسی کرد، ریشه‌ای‌تر، و اون رو ناشی از مسائل و محدودیت های اجتماعی و فرهنگی دونست؟ آقای مکری عزیز، خودتون به بریفلی و به اختصار اشاره فرمودید. یادمون نره که مقوله حضور صدای زنان در موسیقی در واقع در طول تاریخ خارج از مسائل اجتماعی، سیاسی و مذهبیمون نیست، و وقتی که ما این بررسی رو میکنیم بالاجبار یک تاریخ
چند صد ساله در مقابل ما قرار میگیره و در واقع عدم حضور زنان در جوامع مختلف در نقشای مختلف دلیل بر ناتوانی آنها نیست، دلیل بر نگرش و در واقع اون فورس و فشاری است که جامعه مرد سالارانه در واقع بر روی مسائل زنان میگذاره. و به نظر من فقط موسیقی نیست، ما در زمینه‌های مختلف در این تاریخ طولانی باید نگاه کنیم که در واقع چگونه زنها بالاجبار برای رسیدن به خواسته‌هاشون و مراحلی که می‌خواستن فعال باشن باید می‌جنگیدن و همیشه هم کار خانم‌ها مشکل‌تره به دلیل مسئولیت‌هایی که به عنوان مادر دارن. در هر عرصه‌ای بخوان فعال باشن باید راه‌های زیادی رو در واقع بپیمایند که بتونن به اون جایی که می‌خوان برسن و در اون جایگاه قرار بگیرن. به نظر شما در عرصه موسیقی ظرف سالهای گذشته چقدر زنان ایرانی پیشرفت داشتن و با این قوانین و محدودیت‌های زن ستیز مبارزه کردن؟ از دید شما در عرصه موسیقی چه دستاوردهایی داشتن؟ آقای مکری، نمی‌شود جلوی حرکت رو گرفت، نمی‌شود جلوی گلوبالیزم و این نزدیکی جهان رو در واقع نادیده گرفت و جلوشو گرفت. جهان به هم نزدیک شده و درسته که در واقع حکومت‌ها میخوان که به هر شکلی به خصوص در خاورمیانه زنا رو ایزوله کنن و اونها رو در شرایطی بگذارن که راه رو در واقع بهشون ببندن، ولی ما داریم میبینیم که اینگونه نیست و الان در خود ایران که ما تمام توجهمون به اون طرف هست می‌بینیم که خانم‌ها به عناوین مختلف فعال هستند، جایگاه خودشون رو دارن، در موسیقی بسیار فعالن و کنسرت‌ها داره برگزار میشه، صداشون رو دارن در واقع به جهان میرسونن و این واقعا باعث خوشحالیه. به نظر من فشار باعث میشه که رشد کار خودش رو انجام بده و فکر نمی کنم که در نهایت بشود صدای زن مادر و در واقع صدای صلح و آشتی رو خفه کرد. برای شما به عنوان یه خواننده کرد ایرانی آیا این مسائل و مشکلات بیشتره؟ یعنی فاکتوری هست که محدودیت های مضاعفی براتون ایجاد کرده باشه؟ از نظر شخصی خودتون چه تجربه‌ای دارید؟ ببینید آقای مکری، چون من الان در امریکا زندگی میکنم و در واقع در مهد دموکراسی، نمیتونم بگم که چون من کردی میخونم یا اینکه در واقع نماینده یک فولکلور هستم مشکلات خاصی دارم، ولی ذره‌بین ها و توجهات بیشتر هست به طرف نوع تفکر ما و کاری که داریم انجام میدیم که مثلا به عنوان یک زن کرد، یک زن هنرمند کرد، بررسی هامون چگونه است راجع به مسائل. در این بخش است که ما یه مقدار بیشتر مورد توجه هستیم، وگرنه از نظر موسیقی نه، من در هم بخش فارسی و هم در بخش کردی فعال هستم و در واقع کارمو دارم انجام میدم. اشاره کردید به زندگی در آمریکا، خیلی دوست دارم بدونم شما سالها در این کشور بودید، خب با آثار بزرگان موسیقی آشنا شدید، شاید از نزدیک کاراشون رو دیده باشید. این موسیقی و هنر جهانی تأثیر خاصی رو کار خودتون داشته؟ یعنی تغییر ویژه‌ای رو در کار موسیقی شما پدید آورده؟ مطمئناً تأثیرگذاره آقای مکری. من واقعاً اهمیت خاصی به موسیقی پربار این سرزمین قائل هستم و رهایی آزادگی رو در خیلی از بخشا در موسیقی میبینیم، ولی برای شخص خود من به عنوان یک زن ایرانی، زن کرد ایرانی، در واقع این زمینه دموکراسی در اینجاست که بسیار مهمه و شما در هر بخشی که به اصطلاح علاقه من باشید میتونید فعالیت کنید و اون آزادگی جلوی خاصی به کارمون میده. ولی از نظر
تم موسیقی و یا به اصطلاح جهت دادن به تفکر من تأثیر خاصی روی موسیقیم نداشته، کما اینکه میبینید که من هنوز عاطفی دلبستگیم به موسیقی زبان مادریم کردی و بعد زبان فارسی و موسیقی ایرانی هست. دوست دارم بریم به سراغ تازه ترین اثری که از شباب منتشر شده. درباره این ترانه توضیح بدید، چه داستانی داره و چرا تصمیم گرفتید اون رو اجرا کنید؟ این ترانه در شاید 40 سال پیش توسط استاد حسن یوسف زمانی، زنده یاد یوسف زمانی، این آهنگ نوشته شده و استاد مظهر خالقی اینو اجرا کردن. من به دلیل اینکه علاقه خاصی به این آهنگ داشتم، به یاد پدرم که صدای خوشی داشتن و این رو زمزمه می‌کردن و به یاد در واقع خاطرات قشنگ دوران کودکی، تصمیم گرفتم که یک زن هم این کار رو که ارزش خاصی در بین کردها داره دوباره خونی کنه. و چون شخصا این اجازه رو داشتم از استاد خالقی، تنظیم اون رو به یک جوان در واقع بسیار پرشور واگذار کردیم. حتی داریش عزیز نقش داشتن بسیار در کمک کردن به من برای این آهنگ و تنظیم اون رو به آقای علیرضا افکاری دادیم و فکر میکنم که کار بسیار زیباییه، ملودی حسی قشنگیه و من چون واقعا رابطه احساسی باش ایجاد کردم، تصمیم گرفتم که این کارو دوباره بخونم. خانم رجا، ما تا لحظاتی دیگه همین موزیک ویدیو ترانه رو پخش میکنیم تا دوستان لذت ببرن، تماشا کنن، ولی دوست دارم درباره پیام اون برامون توضیح بدید و رو خود شما چه تأثیری گذاشت و در این اجرای دوباره به چه ظرافتی توجه کردید؟ آقای مکری عزیز، واقعا من نمیدونم که شاعر این آهنگ عثمان احمدی در سالیان پیش به چه دلیل این شعر رو سروده. برای من در واقع رابطه بین مادران و فرزندان، رابطه دوری است از آنها و رابطه احساسی به جایی که به دنیا اومدی، به یاد اون آسمان زیبای شهرت و اینکه در نهایت من این رو تقدیم میکنم به تمام مادرانی که از فرزندانشون به هر دلیلی دور هستن و با حسی که داشتم در قربتی که قرار دارم این رو اجرا کردم. امیدوارم که دوست داشته باشن همه. در پایان این گفتگو اگه نکته خاصی هست که مایل هستیم بهش اشاره کنید یا پروژه و برنامه بعدی که دارید، خوشحال میشیم بشنویم. ابتدا باید عرض کنم اینو که به دنبال فعالیت‌های قبلی که داشتم، من واقعا الان مسئله بیزنس یا برگزاری کنسرت یا اینها مد نظرم نیست. مهمترین مسئله برای من رسوندن صدای زنای ایرانی، زنای کرد و مشکلاتی است که در منطقه با اون سردرگریبان هستن. شاید لازم باشه که اینو بگم که پروژه‌ای در دست دارم که با تعدادی از هنرمندان زن خاورمیانه از کشورهای مختلف و یکی دو هنرمند امریکایی صحبت کردم، یه مقدار پروژه رو به جلو بردیم و میخواییم که یک به اصطلاح برنامه‌ای داشته باشیم به عنوان زنان جهان و پیام به جهان مرد سالارانه که ما مخالف جنگ هستیم، مخالف این هستیم که کودکان ما به هر دلیلی، جوانان ما در واقع از بین برن و انشالله بتونیم این رو به جلو ببریم و اگر کسی در این راستا کمکی بتونه بکنه، میتونن با من از طریق فیسبوکم در تماس باشن که بسیار سپاسگزار خواهم شد. من از شرکت شما در برنامه شب‌آهنگ سپاسگزارم. تشکر میکنم که از سان فرانسیسکو به لس آنجلس رفتید تا مهمان ما باشید. براتون آرزوی موفقیت میکنم خانم روژان. خیلی ممنونم آقای مکری، سپاسگزارم از وقتی که به من دادید تو این برنامه. ما هم این گفتگو و برنامه امشب رو با پخش همین موزیک ویدیویی که درباره‌اش صحبت کردیم به پایان میرسیم. روز و شبتون بخیر.
بمزاری های وقتی دل تو اینو گلی عشق و وفاداری بگل شنی پر گلی جینم توی آوازی دل داری لبه ریبه پیجیان عشقی تو لده کشتی آواتم بود خوش ویسی و مهری تو گرمی جینیم رگای نجاتم بود سر باران ملی روح لعشق تو ای وطنم من سو غزل خواهم وردی سان بالنو وصلی عشق تو بم خاطر روناکی روکی نخیه بلی وطن سرم سو صفا هر دو به دل پاکی بهری به پیجیان عشقی تو لده کشتی آواتم بود خوش ویسی و مهری تو گرمی جینیم رگای نجاتم بود و مزاری آواتی من توی نوگلی عشق و وفاداری با گلشنی پرگلی جینم توی آوازی دلداری